وقتی که ما یک آواز رو یا یک ساز رو گوش میدیم، ما یاد فلان استادی میفتیم که یا فلان هنرمندی میفتیم که قبلا البته باهاش آشناییم، با سبک کارش. اینا میشن سبک ها و شیوه ها که هر کدوم یعنی چی؟ یعنی هر کدوم یک رنگ خاص خودشونو دارن. اینم داره شور میخونه، اونم داره شور میخونه، این داره دستگاه ماهور میخونه، هم داره ماهور میخونه، ولی نوع خانش این یعنی چی؟ یعنی جمله بندیش، یعنی از نظر متر آواز، یعنی چی؟ یعنی سرعت تندی و کندی آواز. یکی بعضیا یه ذره تندتر و سریعتر شعر رو میخونن و چهچهاهای با سرعت بیشتری دارن، بعضیا یه ذره دورشون کندتره به اصطلاح. اینا رو هم جایی شنیده میشه مثلا متر سریعتر یا متر کندتر. این هم نظر زمان بندیه. توجه کردیم مثلا ما یه وقتی من بخوام مثال مثلا خواندم برفرض بگیم مثلا مثلا بگیم که مثلا روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. خب حالا یه وقت بگم روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. چقدر کشدار شد. این منظورمون در واقع زمانبندی کار هست. حالا یکی از معیارهاش اینه، نوع جمله‌بندی های تحریری یا همون چهچهه هایی که در لابلای شعر و بعد از قبل و بعد از شعر میاد و لحنی که خواننده داره، نوع تلفیق شعر و موسیقی، همه اینها یک شیوه خاص یک خواننده رو به وجود میاره که این خواننده رو با خواننده دیگری متفاوت میکنه، مجموع اینها. بنابراین این هم میشه سبک یا شیوه آوازی که ما امروز میگیم آقا شیوه بنان یا سبک بنان، شیوه قوامی، شیوه شجریان، شیوه طاهرزاده، شیوه تاج، شیوه ادیب یا سبک یا شیوه. خب که این در واقع مرادمون این هست، وقتی که یک خواننده یا یک نوازنده دارای یک امضای خاص خودشه، دارای لحن خودشه و دارای نوع جمله‌بندی آوازی خودشه، از نظر زمان بندی، از نظر جمله‌بندی های تحریر، از نظر تکیه کلام ها و خیلی چیزهای دیگه که این آدم‌ها رو با هم دیگه متفاوت می‌کنه.